به نام خدا. سلام بر همراهان آوای ایران. در این بسته خبری تحلیلی با سه خبر همراه شما هستیم. ادعاهای روحانی در جلسه مجازی با رهبر جمهوری اسلامی. دستور آیت الله خامنه ای. برخورد با واردات آیفون و خرید ملک در خارج. سفارش قطع سازی به نیروهای مسلح. و استعفای دست جمعی در تحریریه روزنامه شهروند. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. در دومین روز هفته دولت حسن روحانی و کابینه او از طریق ویدیو کنفرانس با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این جلسه روحانی سعی کرد تا با دفاع از عملکرد دولت خود در زمینه‌های مختلف به تشریح شرایط موجود و توجیه عملکرد دولت بپردازد. او مدعی شد علی‌رغم سقوط قیمت نفت و فشار تحریم‌های ایالات متحده، دولت توانسته به خوبی کشور را مدیریت کند. روحانی با اشاره به اینکه در سال 98 سهم نفت در بودجه کشور به کمتر از 10% رسیده بود، سهم نفت در بودجه امسال را حتی کمتر از سال گذشته عنوان کرد. وی همچنین عملکرد دولت خود را در زمینه مبارزه با کرونا مثبت ارزیابی کرد. وی گفت برخلاف سایر کشورها که در دوران کرونا با موج بیکاری مواجه شدند، در ایران میزان بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش 1.1% نیز مواجه شده است. روحانی در ادامه با مثبت دانستن عملکرد نظام پزشکی ایران مدعی شد که تعداد تخت‌های بیمارستانی در دوران دولت او به 2 برابر کل تعداد تخت‌های بیمارستانی از ابتدای انقلاب تا پیش از 7 سال اخیر افزایش یافته است. او پایین بودن آمار کرونا در ایران را به همین دلیل عنوان کرد. رئیس جمهور ایران در ادامه با مقایسه عملکرد خود با دولت محمود احمدی نژاد از افزایش تعداد خانه‌های ساخته شده و تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مه خبر داد. حسن روحانی مدعی شد که حداقل دستمزد کارگران و کارمندان در دولت او بیش از 6 برابر رشد داشته است. او در ادامه با توضیح اینکه مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد نیز 6 برابر رشد داشته مدعی شد که حقوق فرهنگیان نیز 5 برابر رشد داشته است. حسن روحانی با بیان اینکه در عرصه سیاست خارجی نیز موفق بوده، شکست آمریکا در دادگاه لاهه و لغو قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران را از جمله موفقیت‌های خود ارزیابی کرد. او در ادامه بستن پرونده PMD را نیز از دیگر موفقیت‌های سیاست خارجی دولت خود برشمرد. روحانی این سخنان را در حالی بیان می‌کند که آمارهای غیررسمی منتشر شده توسط خود مسئولان دولت تعداد قربانیان کرونا در کشور را چندین برابر آمار رسمی عنوان می‌کنند. بسیاری از فعالان حوزه سلامت نیز آمار دولت را مغایر با واقعیت می‌دانند، اما نکته تأمل برانگیز در سخنان روحانی ادعای او مبنی بر افزایش 6 برابری حداقل حقوق در دولت اوست. به نظر می رسد اعداد و ارقام در سخنان حسن روحانی بدون توجه استفاده شده و او آشکارا در حال آمارسازی است. این ادعاهای حسن روحانی در حالی بیان می شود که فروردین همین امسال نمایندگان کارگران در اعتراض به پایین بودن حداقل دستمزد حاضر به امضای توافقنامه شورای عالی کار نشدند. مضاف بر این، نمودار رشد حداقل دستمزد اصلاً چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند. روحانی که با نقد علیه دولت قبل قدرت را در دست گرفت، بی‌توجه به ده‌ها وعده انجام نداده، در آخرین سال دولتش همچنان سعی دارد تا با ایجاد دو قطبی احمدی نژاد و روحانی ضعف‌های دولت خود را توجیه و عملکردش را مثبت نشان دهد. در مورد شرایط مسکن در کشور به خوبی میتوان با روند افزایش اجاره بها، قیمت مسکن و همچنین رشد افراد مستاجر عملکرد او را ارزیابی کرد. در حالی که عباس آخوندی پروژه مسکن مهر را فاجعه خوانده بود و حسن روحانی نیز نظری مشابه با او داشته، این بار اتمام پروژه مسکن مهر را دلیلی بر موفقیت دولت خود اعلام می‌کند. در مورد موفقیت سیاست خارجی دولت روحانی و عملکرد جواد ظریف نیز انقلت‌های بسیاری قابل طرح است. فشار مضاعف بر روی ایران، شکست ایران در نفوذ منطقه‌ای، کشته شدن قاسم سلیمانی، نزدیکی بیش از پیش همسایگان ایران با اسرائیل، تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی کشور نشان از شکست‌های پیاپی روحانی طی این 7 سال دارد. در هر صورت بعید است ادعاهای فاصله دار روحانی با واقعیت افکار عمومی را قانع کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران به دولت دستور داد که با واردات گوشی لوکس آمریکایی، آیفون و خرید ملک در خارج برخورد کند.
آیت الله خامنه‌ای که روز یک شنبه دوم شهریور در دیداری ویدیویی با هیئت دولت سخن می گفت، با ابراز نگرانی از واردات گوشی آیفون گفت در سال 98 نیم میلیارد دلار صرف واردات این گوشی شده که به گفته او هیچ نیازی به آن نیست. او تاکید کرد که این واردات توسط بخش خصوصی انجام شده ولی دولت باید جلوی آن را بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از خرید ملک در خارج به عنوان یک مشکل نام برده و خواستار برخورد دولت با آن شده است. در طول دو سال گذشته آمارهای رسمی کشورهای چون ترکیه حاکی از اوجگیری خرید مسکن توسط ایرانیان در خارج از کشور حتی در دوران شیوع کرونا بوده است. مرکز آمار ترکیه فروردین امسال گزارش 3 ماهه ابتدایی سال میلادی جاری را منتشر کرد که میگوید ایرانیان 1864 واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده و در این دوره زمانی نیز صدرنشین لیست مشتریان خارجی خانه بودند. ترکیه در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 11,000 مسکن به خارجی ها فروخته است. بدین ترتیب ایرانیان مشتری 17% از کل خانه هایی بودند که در ترکیه به خارجی ها فروخته شده است. پارسال ایرانیان 5423 واحد مسکن از ترکیه خریداری کرده و سهمی کمتر از 12% از بازار مسکن ترکیه برای مشتریان خارجی داشتند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به دولت دستور داده است که در حوزه قطع سازی سراغ نیروهای مسلح بروند. به گفته آیت الله خامنه‌ای نیروهای مسلح و وزارت دفاع نهضت قطع سازی راه انداختند و می توانند قطعات بسیار ظریف و پیچیده بسازند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی در زمینه قطع سازی مربوط به صنعت خودروی ایران است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ورود سپاه پاسداران و همچنین وزارت دفاع به این صنعت منتشر شده است. 26 مرداد امسال امیر حاتمی وزیر دفاع ایران با اشاره به افزایش حضور این وزارتخانه در صنعت خودروسازی گفته که رقم قراردادهای شرکت‌های وابسته به این سازمان با صنعت خودروسازی به بالای 4000 میلیارد تومان رسیده است. 21 نفر از اعضای تحریریه روزنامه شهروند در اعتراض به تغییر رویکرد کلی هلال احمر به عنوان مالک این مجموعه دست جمعی استعفا کردند. اسماعیل رمضانی مدیر مسئول روزنامه شهروند که پیشتر شایعاتی مبنی بر فساد مالی وی منتشر شده بود اعلام کرده که در حال حاضر 67 نفر در تحریریه مشغول به کار هستند که این تعداد زیاد است و تنها باید 35 نفر در آن کار کنند. همچنین بنابر تصمیم جدید قرار شده که نسخه چاپی روزنامه نیز تعطیل شده و روزنامه شهروند تنها به شکل آنلاین منتشر شود. از سوی دیگر آقای همتی رئیس جمعیت هلال احمر از روزنامه نگاران خواسته تنها به انعکاس اخبار مرتبط با هلال احمر بسنده کنند. به عبارت دیگر شهروند دیگر یک روزنامه عمومی نخواهد بود و به صورت بولتن خبری هلال احمر فعالیت خواهد کرد. پیشتر مدیران هلال احمر بارها از مقامات درخواست انتقال 30 تن از روزنامه نگاران به مجموعه روابط عمومی هلال احمر را مطرح کرده بودند که البته هر بار از سوی مدیر مسئول روزنامه رد شد. پس از آنکه این تغییرات به روزنامه نگاران ابلاغ شد، آنها دلایل مطرح شده به منظور تغییرات را تنها بهانه‌ای برای تعدیل نیرو خواندند و در اقدامی هماهنگ 21 نفر از اعضای تحریریه استفاده دادند.